سر خط خبرها. آغاز مذاکرات سرنوشت ساز صلح افغانستان در قطر. عبدالله میگوید دستاوردهای دو دهه گذشته باید حفظ شود. طالبان میگوید خواستار نظامی اسلامی است. خوشبینی های گروه طالبان و دولت افغانستان درباره مذاکرات صلح. آغاز راهی پر پیچ و خم. اعدام نوید افکاری. با وجود فشارهای بین المللی حکم کشتیگیر ایرانی در زندان شیراز اجرا شد. در گذشت آیت الله یوسف ثانی، مرجع تقلیدی که دهه 60 دادستان کل ایران بود و در سالهای اخیر منتقد حاکمیت. جناب آقای اکبر طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشتند که بابت 8 مورد از عناوین اتهامی دادگاهیشون رو مجرم شناخته. 31 سال زندان برای متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضاییه ایران. اکبر طبری به مصادره اموال و پرداخت جزای نقدی هم محکوم شد. سلام، خوش اومدید به این بخش خبری که پوشش ویژه ماست در بی بی سی فارسی از آغاز گفتگوهای سرنوشت ساز صلح بین گروه طالبان و نمایندگان دولت افغانستان که امروز در دوحه قطر آغاز شد. شرط آغاز این گفتگوها آزادسازی 5000 زندانی طالبان از بند دولت افغانستان بود که اخیراً تکمیل شد. گفتگوهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستاوردهای مهم ریاست جمهوریش می‌داند و برای آغاز آن به گفته منتقدان امتیازهای زیاد و یک جانبه‌ای به طالبان داده. عبدالله عبدالله رئیس هیئت افغانستان در افتتاحیه مراسم امروز گفت حامل پیام اشرف غنی رئیس جمهوری است و خطاب به طالبان گفت جمهوری اسلامی افغانستان متحد به صلح است. سخنان ملا برادر نماینده طالبان کوتاه بود و گفت می‌خواهیم افغانستان مستقل، پیشرفته و دارای نظام اسلامی باشد که شهروندانش به صورت برادرانه زندگی کنند. یک روز بعد از 19مین سالگرد حوادث 11 سپتامبر در آمریکا، مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا که او هم به این مراسم برای شرکت در این مراسم به دوحه رفته، گفت آمریکا 11 سپتامبر را فراموش نخواهد کرد و از تعهد طالبان استقبال می‌کند که به گروه‌هایی مثل القاعده اجازه فعالیت در افغانستان را نمی‌دهد. تعهدات اما هنوز قطعی نشده و این فقط آغاز روندی خواهد بود که نتایج اون رو نمایندگان دولت افغانستان و طالبان تعیین خواهند کرد. همکارم علی حسینی، او هم به دوحه رفته و مذاکرات رو از نزدیک دنبال میکنه. علی، شاهد صحنه های تاریخی و روزهای تاریخی خواهید بود شما در دوحه افغانستان در چند روز آینده. کمی به ما بگو که از امروز صبح چه گذشت و در ادامه روز چه اتفاقی قرار هست بیفته؟ خب، نشست دوربر ساعت 9 آغاز شد. نمایندگان با حضور نمایندگان گروه طالبان و همچنین مقام ها و هیئتی از افغانستان، موضوعی که دو طرف به نهایت تلاششان را کردند که ملایم صحبت کنند و جلسه افتتاحیه‌شان که تمام شد، بعد از او میشه گفت که موارد تازه ای است که برای اولین بار مذاکراتشان آغاز شد. قبل از ظهر مراسم افتتاحیه بود و بعد از آنم خبر تازه ای که داریم این است که دو طرف توافق کردن بر سر ایجاد یک گروه تماس. گفته شده که این گروه تماس 7 نفر است و این گروه اجندای برنامه و برنامه روزهای آینده را تعیین می‌کند. اینکه بیشتر بدانیم در این از صبح تا حالا در اینجا در این هتل شرایتون و در دوحه قطر چه رخ داد در رابطه با جنگ صلح افغانستان در گزارش با هم ببینیم. بالاخره پس از ماها روبروی هم نشستند، کلید مذاکرات صلح افغانستان رقم خورد. هیئت افغانستان در یک طرف، هیئت طالبان در طرف دیگر. مذاکراتی که نگاه‌های زیادی به آن دوخته شده. برای پایان جنگی خانمان سوز. بلندپایه‌ترین مقام صلح افغانستان گفت به دوحه آمدند تا فرایندی را رقم بزنند که درد و رنج جنگ را پایان دهد.
آقای عبدالله گفت بعد از دهها جنگ زمان اتحاد رسیده. از فرصت استثنایی استفاده و آتش بس شود. آتش بس بشر دوستانه. مسائل مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مردم سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق بشر از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستانند. ما مسئولیت داریم تا نهادهای ملی خود را به شمول نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان که در طی 19 سال اخیر قوام یافتند حفظ و تقویت نماییم. مطمئن هستم که ما می توانیم با یک دیگر حرف بزنیم، با یک دیگر خود گوش فرا دهیم و درباره دیدگاه ها و موضع های خود استدلال کنیم و همچنان به اختلاف نظر و دیدگاه های متفاوت یک دیگر احترام بگذاریم. الحمدلله و کفا. دومین مقام بلندپایه طالبان ملا برادر پس از صحبت‌های آقای عبدالله گفت امیدوار است که مذاکرات نتیجه دهد. او از رفع تبعیض در افغانستان و زندگی برادرانه صحبت کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که چند ماه پیش کشورش به توافق صلحی با طالبان رسید از دو طرف خواست از فرصت استثنایی استفاده کنند. او خطاب به دو طرف گفت فصل آینده افغانستان را شما خواهید ساخت و این فصل نباید فصل جنگ و خونریزی باشد. دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل ناتو و وزرای خارجه شماری از کشورها از جمله پاکستان، هند و چین از طریق ویدیو کانفرانس شرکت کردند. لب کلام آنها این بود: دو طرف به خشونت‌ها پایان دهند و اکنون مهمترین فرصت برای صلح است. فضای امروز مذاکرات و همچنین جلسه افتتاحیه مذاکرات صلح افغانستان توأم بود با امیدواری‌ها نسبت به اینکه با آغاز این مذاکرات جنگ افغانستان هم پس از سال‌ها پایان پیدا کنه. اما هزاران کیلومتر دورتر از اینجا از قطر در افغانستان بسیاری ها نگران هستند که مبادا این مذاکرات نتیجه نتوه، جنگ همچنان ادامه پیدا کنه و یا اینکه نه مذاکرات به نتیجه ختم شود که بر اساس آن بسیاری از ارزش های دو دهه اخیر افغانستان قربانی شود. لحن دو طرف آقای عبدالله و همچنین ملا عبدالغنی برادر بسیار ملائم بود. آقای عبدالله تشکری کرد از اعضای گروه طالبان که وارد این روند شدن و وارد مذاکره شدن و همچنین آقای ملا برادر را محترم جناب ملا برادر آخوند خطاب کرد که خیلی محترمانه هست. نظر برای ما خیلی مهم بود که بپرسیم نظر گروه طالبان، اعضای طالبان در رابطه با اظهارات آقای عبدالله چیست؟ مشخصا این سوال را از شیر محمد عباس استانگزی معاون هیئت پرسیدم، پاسخ مشخصی به ما نداد. اما از سهیل شاهین سخنگوی سابق هیئت مذاکره کننده و گروه دفتر سیاسی طالبان در قطر پرسیدم که حالا هم عضو هیئت است، او گفت که با بعضی از صحبت‌های آقای عبدالله موافق است و با بعضی نه. خود صحبت های عبدالله نقاطی بود که ما امرایشان مخالف هستیم، شاید بعض نقاطی بود که ما موافق هستیم. اما حالا آقای شاهین شما چی میخواین در مجموع در مذاکرات به دنبال چی هستین شما مشخصا؟ ما میخواییم که مسئله افغانستان را از طریق مسالمت آمیز حل کنیم و در افغانستان یک نظام اسلامی همشمول بامیان به طوری که با امریکا نشستیم و مسئله اشغال را خاتمه دادیم و از طریق گفتگو با یک توافقنامه رسیدیم. میخواهیم در بعد داخلی مسئله افغانستان هم به توافقنامه برسیم. آیا مواردی مثل حکومت انتقالی، دولت انتقالی چیزی مطرح شده بین خودتان که ارائه کنید در این مذاکره؟ آل خود افتتاح است. طبعا امروز افتتاحیه بود، جلسه افتتاحیه بود. بعد همی ببینیم که چی واقع میشه و گفتگو با کجا میرسه. اما هر دو طرف، ما از طرف خود کوشش میکنیم با یک حل شامل و مسالمت‌آمیز که
برای قبول قبول به هم افغانا باشه برسه. و فکر میکنید چه چالشی در برابر این گفتگو میتونه باشه؟ اصلا وجود داره یا نداره از دید شما؟ ما به نظر ما هیچ چالش نباشه، به خاطر که ما یک نظام اسلامی همشمول میخواهیم. افغانستان همه مسلمان هستن و همیشان این نظام میخواهد، این شاید مشکل نباشه. چرا مشکل باشه؟ ما خود یک غیر اسلامی کشور غیر اسلامی نیستیم. و آقای شاهین، طرف مقابل شما میگه که کشور فعلا کشور اسلامی است، شما چی چیز رو میخواهید تغییر بتین؟ کشور اسلامی است به خاطر که مسلمان است، اما نظام اسلامی دو اختلاف داره. مشخصاً این اظهار نظر آقای سهیل شاهین در رابطه با نوع نظام اسلامی در افغانستان از آقای اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان پرسیدم، پاسخ داد در رابطه با اینکه آیا آتش بس گروه طالبان باش موافقت میکنه یا نمیکنه، او را هم پاسخ داد. اول در مجلس افتتاحیه امروز و در مجلس مستقیم بین دو تیم مذاکراتی چنین اظهار نظر صورت نگرفته. البته هر کس آزادی بیان داره و میتونه نظریات خود داشته باشه، اما چون این چیزی را ما در موقف رسمی طالبان تانوز نشونیدیم، بلکه برعکس امروز گپای بسیار امیدوار کننده شنیدیم، گپای از این قرار که یک نظام صلح در افغانستان، جنگ ختم شوه و یک نظام همه شمول اسلامی در افغانستان تقویت شود. در این مورد است که ما همه ما اجماع داریم، نظام ما از لحاظ محتوا و شکل بر اساس قانون اساسی افغانستان نظام کاملا اسلامی است، نظام است که مردم افغانستان او را ساختند. ولی هر نظام در ابعاد مختلف نیاز به توسعه و بهبود امور داره و دولت افغانستان همیشه برای بهبود امور به خواستای مشروع ملت پاسخ مثبت باید. یکی از خواستای اصلی شما برقراری آتش بس است و ترم جدیدی که آقای عبدالله امروز مطرح کرد آتش بس بشر دوستانه است، فکر میکنید تا چه اندازه طالبان را قبول کنند؟ قبلا طالبان اطمینان داده بودند، تحریک طالبان به هم ما و هم دوستان بین المللی ما که در یرسک کمک کردند و بارهای ناتاکید کردن که اگر رهایی زندانیا تکمیل شود بر اساس همو توافقی که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته بود، اونا به اهداف مثل کاهش خشونت در گامن خست میپردازن و بعدا آتش بس قبول دارن که من حیث اولین آجندای مذاکرات قرار بگیرم. بناهن آرزوی ما ای هست که این تعهدات مثل که دولت افغانستان تعهدات خود انجام داد، طرف مقابل هم تعهدات خود انجام بده. و آقای اتمر، روسیه در حد وزیر خارجه نمایندهش صحبت نکرد، فقط نماینده ویژهش حضور داشت اینجا، ایران هم وزیر خارجهش وجود نداشت، دو کشوریه که دخیل است در مسئله طالبان در افغانستان، فکر میکنه نشانه معنی خاص متعین؟ اولا نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در مجلس حضور داشت و امروز هم من امراشان مجلس دارم و او کاملا حضور دولت محترم روسیه را در پروسه نشان میده و حمایتشان از پروسه. البته سخنرانی به سطح وزرا تنظیم شده بود و از طرف کشور میزبان شده. این کاملا ممکن است که وقت و فرصت کاری از اونا همونطور یک حالت را داشته که نتانستن حضور بیافتند. در مورد ایران اعلامیه دولت محترمشان پخش کرده و در او اعلامیه از ایروان حمایت کامل خود نشان داده. و فکر نمی‌کنید ربطی به آمریکا داشته باشه؟ البته در اعلامیه از اونا این توضیح نشده. من یقین دارم که در صحبت‌های بعدی ما روشن‌تر میشه مثلا. اما چیزی که بر ما مهم است که تماس مستقیم دولت محترم ایران با دولت افغانستان و اعلامی امروزشان
کاملا ما را اطمینان میده که جمهوری اسلامی ایران از روند صلح افغانی حمایت میکنه. گفتگوی همکارم بود علی حسینی با حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، بیننده پوشش ویژه مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر هستید. این برنامه یک ساعته هست و با ما بمونید. علی حسینی هم همچنان با ما از دوحه همچنان با ماست. علی، میدونم که گروه‌های کاری بعد از اینکه اون مراسم افتتاحیه تمام شد با هم نشستند و صحبت کردند بر سر اینکه واقعا در چند روز آینده میخوان بر سر چه مسائلی صحبت بکنند. میدونیم که اون گروه ها چه نتیجه ای از جلسهشون بیرون آمد؟ خب این گروه تماس فعلا معرفی شدن، یعنی به هر دو طرف معرفی کردن که چه کسایی جزو این گروه تماس میتونه باشه. بدون شک اینها طی روزهای آینده اجندا و برنامه کاریشان هم از نظر شکلی و هم از نظر محتوایی مطرح میکنه. اما چیزی که دولت افغانستان قبلا مطرح میکرد، یعنی محتوای اولین صحبت‌های مذاکرات دو طرف در رابطه با آغاز آتش بس است، یعنی بر اساس آن چیزی که قبلا گفته شده حالا انتظار میره که موضوع اول، جدا از اینکه تکنیک و تکتیک تاکتیک صحبت ها چطور باشد، دو طرف از نظر شکلی با چه روندی رو پیش ببره، بر اساس گفته قبلی نمایندگان دولت افغانستان انتظار میرسه بحث روی آتش بس صورت بگیره، چیزی که امروز آقای عبدالله از او به عنوان آتش بس بشر دوستانه یاد کرد. حالا منتظر بشینم که روزهای آینده چه خبرهای داغی از دوحه به نشر میرسه در رابطه با یکی از پیچیده ترین دشوارترین مذاکرات چند دهه اخیر افغانستان. ممنونم از تو علی حسینی همکارم از دوحه با ما. و قطعا در کابل هم همه چشم ها به دوحه قطر هست و خبرهایی که از اونجا بیرون میاد. چهار دهه اختلاف و کشمکش و نبرد، قرار هست که در این مذاکرات امید دارن حداقل دو طرف که بتونن اون رو پایان بدن. همزمان با این مذاکرات در دوحه در کابل هم نمایشگاهی از تصاویر قربانیان جنگ برگزار شده. برگزار کنندگان گفتن هدفشون از این نمایشگاه اعتراض به مذاکراته. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم گفته حقوق مردم و قربانیان جنگ باید به عنوان رکن اصلی مذاکرات در نظر گرفته بشه. روی این رهروش گزارش میده. نمایشگاه تصاویر قربانیان جنگ در روز گشایش مذاکرات دوحه، نمایشگاهی که برای نکوهش نشست دولت و طالبان راه اندازی شده. برگزار کنندگان میگویند قربانیان اصلی جنگ در مذاکرات نادیده گرفته شدند. یک طرف یک گروهی که رفتن، اینا هم در گذشته دستشون به خون مردم آلوده بوده و طالبان جنایتکار هستن. اینا رفتن دو جنایتکار شیشته یک دیگر باز میبخشن و میخواین که و گفته خودشان صلح بر مردم افغانستان بیان، که صلح در کار نیست. تا زمانی که عدالت تامین نشه صلح نمیه. به نظر میرسد آغاز مذاکرات امید و آتش برای صلح را چند برابر کرده. نمیخوایم که دیگه معلول یا معیوب یا شهید داشته باشیم. میخوایم گشنه میشینیم، صلح میخوایم. تشنه صلح هستیم. ما را نان نتن، آو نتن، هیچ چیز نتن، صرف ما را صلح بتن. یک صلح به یک صلح واقعتا به جنگا رو بند شوه. فعلا صلح روان است. دست و چهار دولت افغانستان خونریزی است. با این همه هنوز بسیار نگران سرنوشت ارزش های سال های اخیر از جمله آزادی بیان هستند. در مذاکرات صلح باید ارزش های آزادی بیان مطرح بشه و بس سر اینا صورت بگیره تا تضمین بشه آزادی بیان، که در بعد از صلح چی میشه، آیا ما آزادی بیان خواهد داشتیم یا نه. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم آغاز مذاکرات را فرصتی برای پایان جنگ میداند. به عزت آسیب دیده های جنگ باید احترام شود و احیا شود عزت. نکته دوم که بسیار زیاد مهم است است که حقوق قربانیان جنگ و خواستهای قربانیان جنگ و خواستهای عمومی مردم باید محور گفتگوها باشد. طالبان 18 ماه با آمریکا مذاکره کرد و تطبیق توافقنامه دو طرف هم حدود 7 ماه وقت گرفت. حالا میداندار اصلی در برابر این گروه دولت افغانستان است و دو طرف با اختلاف نظرهای بسیاری به مسافه یکدیگر رفته اند. با این امید که چاره برای ختم دو دهه جنگ پیدا شود. روین رهنوش،
بی بی سی کابل. به موضوع افغانستان و واکنش ها به اون در ادامه برنامه برخواهیم گشت. اما در ایران نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی صبح امروز در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. حسن یونسی وکیل خانواده افکاری گفته خبر اعدام او رو وقتی به خانواده‌اش دادن که قرار بود جمعی از خیرین شیراز برای جلب رضایت خانواده مقتول به دیدار اونها برن. نوید افکاری در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به اتهام قتل و محاربه محاکمه و به قصاص و اعدام محکوم شده بود. وکیل او پیشتر گفته بود اسنادی که در دادگاه علیه موکلش ارائه شده ارتکاب قتل را ثابت نمی‌کند. خانواده افکاری همچنین گفته بودند که او برای اعتراف زیر شکنجه بوده. باران عباسی گزارش می‌دهد. اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. صدایی که در سراسر جهان پخش شد اما به گوش مسئولان ایران نرسید. نوید افکاری کشتیگیر 27 ساله امروز بدون اطلاع قبلی خانواده و وکیلش در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شد. بر اساس آیین‌نامه اجرای احکام قصاص محکوم علیه حق دارد قبل از اجرای حکم با خانواده خود دیدار داشته باشد. برای اجرای حکم آنقدر عجله داشتید که نوید را از آخرین دیدار هم محروم کردید؟ آقای افکاری در پی اعتراضات مرداد 97 در شیراز بازداشت شد و بعد از محاکمه به اتهام محاربه و قتل یک مأمور امنیتی به اعدام، قصاص، 6 سال و نیم حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شد. وحید و حبیب برادران او هم هر یک حکم 54 و 27 سال زندان و همینطور شلاق گرفتند. اما هر سه می گفتند در زندان شکنجه شدند تا علیه یکدیگر اعتراف کنند، تا جایی که یکی از آنها دوبار دست به خودکشی زده. من از ابتدای دستگیریم بیگناهیم و فریاد زدم، اما بعد از هفته ها توی زیرزمین انفرادی بودن، بعد از ساعت ها آویزون بودن به سقف توی اتاق شکنجه و شکستن کتفم، بعد از اینکه ساعت ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم، بعد از بازداشت پدر و برادر و شوهر خواهرم و پرونده سازی برای اونا، بعد از نتیجه ندادن چندین هفته اعتصاب غذای خودم و وحید، بعد از شنیدن خبر خودکشی وحید که با شیشه رنگ گردنش زد و به کما رفت، بعد از دیدن حکم بازداشت مادر و خواهرم، آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟ نوید افکاری می گفت از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ناامید است و امیدش تنها به حمایت‌های مردمی است. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه. سخنانی که به تلاشی جهانی برای توقف حکم اعدام او منجر شد، از کاربران شبکه‌های اجتماعی تا هنرمندان، از اون قاضیش، از اون زندانبان، از اون مسئول، تجدید نظر، عشق، اینها رو میخوام. تا چهره‌های ورزشی و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و حتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. تلاش‌هایی که تا آخرین لحظات ادامه داشت. از جمله این فعالان سیاسی مهدی محمودیان عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان. با وجود اینکه حکم قصاص ایرادات فراوان داشت، از ترس اینکه ناگهان حکم اجرا نشود با مشورت وکلا تصمیم بر این شد که رضایت خانواده مقتول نیز جلب شود تا دستاویزی برای اعدام نوید وجود نداشته باشد. و با رایزنی هایی که با خانواده مقتول شد، قرار بر این شد که یک شنبه 23 شهریور به دیدار ایشان برویم که به طور ناگهانی و بدون رعایت قوانین در ماه حرام امروز صبح این حکم ظالمانه که بر اساس اقاریر زیر شکنجه زندانی بود اجرا شد. مقام های ایران اما می گفتن اثری از شکنجه در او دیده نشده. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در دفاع از حکم اعدام برای نوید افکاری به فیلم دوربین مداربسته یک مغازه به عنوان مدرک اشاره کرده بود. فیلمی که به گفته یه وکیل آقای افکاری مربوط به پیش از زمان حادثه بوده و مدرکی بر اثبات قتل نبود. در فایل صوتی که از دفاعیات نوید افکاری در دادگاه به دست آمده هم او خواهان پخش فیلم در دادگاه شده بود. فیلم دوربین معاوضه رو نشون بدید. داره میگه 23 و 32 دقیقه ضرب و جرح صورت گرفته. اینقدر دقیق داره میگه. یعنی چی؟ یعنی فیلمه. فیلم دوربین معاوضه. دوربین معاوضه چه رو نشون میده؟ من میگم شاهد دارم که دست من آقای عباسی شکنده. شما بگید نه نمیشه. شاهد نمیاره.
یک جلسه دادگاه ناعادلانه و دروغین برگزار کردن. مادر برادران افکاری هم از قوه قضاییه ایران خواسته بود یک دادگاه عادلانه دوباره به اتهامات آنها رسیدگی کند. مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی صدامو میشنوه توقع کمک دارم که بی اثباتی بی گناهی بچه‌هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه. تلاشایی که هیچ یک به نتیجه نرسید. منم داشتم زندگیمو میکردم، کارگری میکردم و کشتیمو ادامه میدادم. پایانی تلخ بر 27 سال زندگی کشتیگیر ملی پوش ایران. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. و صدای دادخواهی که برای همیشه خاموش شد. نخواستم صدامونو بشنوه. فهمیدم دنبال یه گردن برای طلاقشون میگردم. باران عباسی، بی بی سی. مریم افشنگ همکارم اینجا در استودیو با ما هست. مریم، چه واکنش هایی از خانواده داشتیم تا اینجا؟ ببین، من صبح دقایق قبل از اینکه خبر اعدام منتشر بشه با یکی از اعضای خانواده صحبت کردم. داشت میگفت که شب قبل حدود ساعت 11:30 در واقع بچه‌ها هر سه نفر تماس داشتن و گفته بودن که به پزشکی قانونی چیزی که خواسته پدر و مادر بوده و نامه‌ای نوشته بودن به آقای رئیسی فرستاده شدن. و نکته دیگه‌ای که ما الان می‌دونیم اینه که علارغم خواست خانواده هنوز جنازه نوید افکاری به خانواده داده نشده. پدر و مادر صبح رفته بودن برای دیدار با هر سه فرزندشون، بهشون گفتن اصلا زندان تعطیل، کسی نیست و اینا هلیکوپتری رو میبینن و فکر میکنن که چون گفته بودن که قراره که اون سه نفر منتقل به تهران بشن، احتمالاً اون هلیکوپتر هلیکوپتریه که قراره که بچه‌ها رو به تهران ببره. بعد ساعتی بعد صدا میکنن پدر و مادر رو و ازشون که بیان برای ملاقات و اونجا بهشون اعلام میکنن که در واقع نوید اعدام شده. این خبرهاییه که در واقع به دست ما رسیده. و شاید امروز انتظار نمیرفت که این اتفاق بیفته، چون همونطور که در گزارش باران هم دیدیم تلاشهایی داشت انجام میشد برای اینکه حداقل گفته میشد که خیرینی پیش قدم شدند که با اون خانواده‌ای که گفته میشه مقتول بوده و بتونن با اونها صحبت کنند، رضایت اونها رو جلب بکنن تا این اتفاق نیفته. علاوه بر این که سوال‌های بسیار زیادی هم ابهاماتی هم در مورد این پرونده وجود داشته، چرا به ناگهان این اتفاق افتاد؟ دقیقاً سوالی که میگه حرف نکته درستی رو اشاره می‌کنه. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بی اعتنا به خواسته خانواده که خواهان برگزاری دادگاهی عادلانه بودن و اعاده دادرسی بودن، با توجه به اینکه افکار عمومی در فضای مجازی بارها خواسته بود که نوید اعدام نشه و خواهان رسیدگی دوباره به این پرونده بود، وکلای بسیاری که پرونده در دسترسشون بوده خواستار این بودن که به ابهامات زیادی اشاره کردن و گفته بودن این پرونده دوباره باید بازرسی بشه. و حالا در موارد شرعی ماه محرم هست و ماه حرام هست. با وجود تمام اینها دستگاه قضایی بی اعتنا به تمام این خواسته ها بدون خیلی سریع، بدون اطلاع به خانواده، بدون تشریفات و بدون اجازه ملاقات به نوید که خانوادهش رو ببینه و اجازه خداحافظی خانواده با نوید، این اعدام رو انجام داده. و همچنان سوالات بسیاری در مورد این پرونده باقی مونده که حالا دیگه نمیدونیم که آیا جوابی به خانواده داده خواهد شد یا نه. ممنونم ازت مریم افشنگ همکارم اینجا در استودیو ما. برای بحث بیشتر در این مورد عبدالکریم لاهیجی به ما پیوسته، حقوقدان و فعال حقوق بشر از پاریس. آقای لاهیجی، شاید همین سوال رو باید از شما هم بکنم. قصاص و اعدام در شرایطی که اعتراض‌ها و عملاً نگرانی بین‌المللی نه فقط از طرف مردم در داخل ایران یا خارج از ایران، بلکه نهادهای بین‌المللی می‌بینیم که اعتراض می‌کنند، ابهامات در مورد این پرونده اینقدر زیاد بوده که همه رو به شک انداخته بود و ناراحت کرده بود، چرا اصرار هست با این وجود بر اجرای این حکم؟ برای اینکه جمهوری اسلامی نخستین پیامش به دنیا با اعدام 4 ژنرال رژیم گذشته بود، اون هم از مقر انقلاب، یعنی از روی پشت بام خانه‌ای که خمینی در اون خانه زندگی می‌کرد. بنابراین این نبود که مثلا یه 4 نفر
مأمور در شرایط انقلابی برن و یه چند نفره اعدام کنن. اعدام بود که به دستور خمینی برای اینکه دیگر ارتش بزرگ شاهنشاهی تکلیف خودشونه بدونن، برای اینکه دو مرتبه گفته بودن که اگر از همون روزهای اول اعدام نکنیم کودتای 28 مرداد تکرار خواهد شد. و 40 ساله که جمهوری اسلامی این تجربه رو کرده و از طریق اعدام اهرم فشار، اهرم ترساندن تونسته به عمر خودش، به عمر طولانی خودش تا امروز ادامه بده. شما توجه داشته باشید الان در شرایطی که من دارم با هم صحبت میکنیم، دو تا از همکارای ما خانم نسیم سدوده و خانم نرگس محمدی در زندانن، سالهاست که در زندانن. خب جزء موارد اتهام و محکومیت اینها عضویت در یک تازه سازمان هم نبوده، یک فکر بود زیر عنوان لگام. یعنی چی؟ یعنی لغو گام به گام اعدام. این در جمهوری اسلامی جرمه. یعنی برای نسرین ستوده و نرگس محمدی 2 سال، 3 سال، 4 سال در کنار اتهام‌های دیگه هم کردن. یعنی شما اگر در جمهوری اسلامی صحبت لغو اعدام بکنید این جرمه. همچنین که خود من اولین اتهامی که متوجه من بود مخالفت با قانون قصاص بود و که در صدر امور ذات اعدام بود. بنابراین جمهوری اسلامی فلسفه وجودیش اعدام. چرا؟ برای اینکه از طریق اعدام است که میتونه در مردم ایجاد تشویش بکنه، مردم رو بترسونه. توجه داشته باشید 2 ماه دیگه سالگرد وقایع آبان سال گذشته است. این برای زهرچشم گرفتن از مردمه. من در شورای حقوق بشر وقت میدم یک عنصری به اسم محمد جواد لاریجانی که به اصطلاح معاون حقوق بشری قوه قضاییه بود میاد و از قصاص به عنوان حکم نورانی قصاص یاد میکنه در شورای حقوق بشر سازمان ملل. خب ببینید ما در یه همچین رژیمی سر و کار داریم. بنابراین این که توجه داشته باشید وکیل کنونی خانواده مقتول، من میگم مقتول و نمیگم مجرم، متهمی چی؟ برای اینکه شکنجهش کردن. خانواده مقتول یعنی نوید افکاری پسر وزیر سابق اطلاعاته، بنابراین مخالف جمهوری اسلامی نیست که اون بگه حتی اجازه ندن خانواده نوید برن باش ملاقات بکنن یا مسائل دیگه که همکارتون گفتن که محرم ماه حرامه و در ماه حرام نباید اعدام بشه. نه نه، ولی توجه داشته باشید که اعدام فقط به خاطر قصاص نبوده. نوید افکاری به عنوان محاربه هم محکوم به اعدام شده. و توجه داشته باشید که 2 ماه دیگه سالگرد آبان سال گذشته است. بنابراین با اعدام نوید افکاری این پیام هم برای دیگران هست که اگر همچین وقایعی تکرار بشه باهای پرداختیش فوق‌العاده سنگینه. توجه داشته باشید که 2 ماه دیگه، 2 ماه پیش می‌خواستن 2 جوان رو اعدام بکنن، با اون فراخوان بین‌المللی که راه افتاد که اعدام نکنید 13 میلیون نفر در از مردم دنیا به این فراخوان پیوستن و جمهوری اسلامی این دفعه میخواد بگه که نه، من به این فراخوان ها هم توجه نمی کنم. اگر قهرمان سابق المپیک هم از من بخواد، اگر سیاستمداران دنیا هم بخوان، اگر مدافعان حقوق بشر هم بخوان، ولی کسی که به عنوان محاربه با جمهوری اسلامی محکوم به اعدام شده اون باید اعدام بشه، منتها به نام خانواده مقتولی که معلوم نیستش که اون رو چه کسی کشته. بنابراین اینجا با خانواده مقتول هم، یعنی مقتول منظورم کسی است که نوید افکاری متهم به قتل شده، خانواده مقتول هم در این اعدام وجه المصادره قرار گرفت. وکیل نوید افکاری گفته که به نظر میرسه که عجله‌ای در کار بوده برای این اقدام، برای اینکه گفته میشد بسیاری از کنشگران و خیرین پا پیش گذاشته بودند که به نوعی راه‌ها، گرچه که عرض کردم در مورد اینکه آیا این قتل به دست نوید افکاری اتفاق افتاده یا نه سوال‌های زیادی بود، اما به هر حال می‌خواستن برن رضایت خانواده مقتول رو بگیرن. چرا این عجله، چرا چنین چیزی اتفاق افتاد و چرا به ناگهان در همون روزی که این صحبت‌ها قرار بود انجام بشه این اعدام اتفاق می‌افته؟ 40 سال که این نوع اعدام‌ها و این عجله‌ها به روایت شما در جمهوری اسلامی تکرار میشه. منتها ما در یک دوران دیگه هستیم. دورانی که دیگه خبر به این صورتی که الان موقعی که
همکار شما داشت واقعا صحبت‌های نوید رو پخش می‌کرد، من منقلب بودم. الان از صبح تا حالا واقعا من حالت منقلب هستم، با اینکه متأسفانه 50 سال است که عمر من در این مسیر می‌گذره. یک ساعت پیش هم که با همکار فرانسوی شما در فرانس کلتور مصاحبه می‌کرد با من، با اون هم همینو گفتم. واقعا من به عنوان یک پدر الان از صبح امروز تا حالا در حالت منقلب هستم. می‌بینید؟ توجه داشته باشید، بارها بارها خانم نسرین ستوده همکار عزیز من که الان در زندانه، موارد زیادی از این نوع که شما میگید داشته بوده که نسرین رفته به شیراز، یکی از موردش در شیراز بود، با خانواده مقتول مذاکره کرده، صحبت کرده که متهم به قتل که در سن در حال قبل از 18 سالی هم 18 سالگی هم متهم به قتل بود، مرتکب قتل شده بود، اون دیگه قتل سیاسی هم نبود، ولی اصلا یک اصراری هست بر اجرای اعدام و همین اصرار نشون میده که جمهوری اسلامی وجود خودش، حیات خودش، دوام خودش رو در گروه اعدام میبینه، برای اینکه از طریق اعدامی که میتونه در مردم ایجاد وحشت و ترور بکنه و به این صورت عمر منحوس خودش ادامه بده. ممنونم از شما آقای لایجی. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر. من هم سپاس گذارم. به میانه برنامه رسیدیم، با هم نگاهی بکنیم به عناوین خبری مهم این برنامه. با شروع مذاکرات سرنوشت ساز صلح افغانستان در قطر، طالبان اعلام کرده که خواهان نظامی اسلامی است، اما عبدالله عبدالله میگوید دستاوردهای دو دهه گذشته باید حفظ شود. با وجود فشارهای بین‌المللی، نوید افکاری عضو سابق تیم ملی کشتی ایران در شیراز اعدام شد. در ادامه این برنامه، جناب آقای اکبر طبری در این پرونده 10 عنوان اتهامی داشتند که بابت 8 مورد از عناوین اتهامی دادگاهشون رو مجرم شناخته. 31 سال زندان برای متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضاییه ایران. آیت الله یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در 83 سالگی درگذشت. پسرش گفته او از پریروز به علت شکستگی لگن و دست در بیمارستان بستری بوده، اما به دلیل بیماری‌های کبد و کلیه فوت کرده. آقای ثانی در سال‌های اول انقلاب سمت‌های مهمی مانند عضویت در شورای نگهبان و دادستانی کل ایران را داشت. او پیشتر از حامیان تندروی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی ایران بود، اما در یک دهه اخیر به چهره‌ای منتقد حکومت تبدیل شد. همکارم پوریا ماهرویان به ما پیوسته تا بیشتر در مورد او صحبت بکنیم. همونطور که در خبر هم گفتیم، پوریا، آقای ثانی‌ای دو دوره مختلف رو مردم از او به یاد دارند و شاید آنچه که به یاد موند از او اون دوره آخر بود، اما کمی بهمون بگو که این دو دوره چطور تفسیر میشه در زندگی ایشون. بله، دقیقاً عمر سیاسی آقای ثانی‌ای در 4 دهه جمهوری اسلامی به دو قسمت مساوی تقسیم میشه، یکیش قبل از سال 76 و دوم خرداد 76 و یکی بعدش. اگه دو قبلش بیایم، آقای ثانی‌ای یک روحانی سیاسی طرفدار آیت الله خمینی و بعدش سعی میکنه خودش رو به عنوان یک روحانی مرجع تقلید نوگرا و تجدید نظر طلب جا بیندازه. تو دوره اول اگه بریم، نزدیک 7 سالش رو آقای ثانی‌ای با حکم آقای خمینی در مسند کار بود، 3 سالش رو عضو فقهای شورای نگهبان بود و 4 سال دادستان کل کشور بود. در زمانی که اوج سرکوب‌های جمهوری اسلامی بود، آقای ثانی‌ای به عنوان دادستان کل کشور عضو شورای عالی قضایی بود. او معتقد بود در اون دوره اول که باید تمام مجازات اسلامی طبق نص صریح قرآن بر اساس احادیث در حکومت جمهوری اسلامی اجرا بشه، تمام دیات، قصاص و تعزیرات باید همونطور که در اسلام اومده انجام بشه. او معتقد پراپاقرص ولایت مطلقه فقیه بود، از شاگردان برجسته آیت الله خامنه‌ای بود، حکم ولی فقیه رو عین حکم پیامبر و حکم خدا میدونست، ولی خب میبینیم که بعدش تغییر کرد. آقای ثانی‌ای در پس از جریان آیت الله شریعت مداری و اعدام صادق قطب‌زاده به عنوان دادستان کل کشور مأمور اخذ و در اختیار گرفتن اموالی بود که در اختیار آیت الله
شریعت مادری بود و بتونه این رو به حوزه سازمان تبلیغات حوزه علمی قم ارجاع بده و انتقال بده. و یکی از کسانی بود که در جامعه مدرسین صلاحیت آیت الله شریعت مداری رو برای مرجعیت لغو کرد و رد صلاحیت به اون داد. 20 چند سال بعد جامعه مدرسین بعد از سال 88 آقای سانعی رو فاقد ملاک لازم برای مرجعیت دونست. آقای سانعی در ضمن به عنوان کسی شناخته میشه که احکام فقهی که مثلا داده بود خیلی نوگرا و متفاوت بود از فقهای دیگه، چطور به یادها میمونه؟ یعنی اون چه که در آینده از آقای سانعی به یاد خواهد موند چه خواهد بود؟ بله، یه دوره خیلی کوتاهی آقای سانعی به عنوان کسی که عضو خبرگان رهبری بود در انتخاب آقای خامنه‌ای خیلی پافشاری میکرد، حتی میگفتش که تخلف از فرمان آقای خامنه‌ای معصیت الهیه و حکم شرعی میداد و میگفت دستور آقای خامنه‌ای دستور پیامبره. ولی میبینیم در سالهای بعد اون منتقد آقای خامنه‌ای شد و اومد گفتش که اختیار نامحدود برای فقیه خلاف قانون اساسیه، مردم سالاری زیر سوال میداره، برخلاف دموکراسیه. در فتواهای خودش یه تجدید نظری کرد، مثلا اومد گفت سن بلوغ دختر 9 سال نیست، بالاتر 13 سال یا بالاتره، زنان میتونن قاضی، رئیس جمهور و حتی ولی فقیه بشن، در ارث کافر حتی میتونه از مسلمان ارث ببره. او میگم همونطور که در دهه اول یک روحانی سیاسی منتقد و تندرو بود، در دهه دوم سعی کرد یک روحانی اصلاح طلب، مرجع تقلید نوگرا و تجدید نظر طلب باشه. ممنونم از پوریا پوریا ماهرویان، همکارم از لندن ما. اما در ایران حکم اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در قوه قضاییه و از نزدیکان صادق لاریجانی رئیس قبلی این قوه اعلام شد. گزارش شده که دادگاه او را در 8 مورد از 10 مورد اتهام مجرم شناخته و بر اساس قانون موسوم به مجازات اشد به 31 سال زندان محکوم کرده. آقای طبری همچنین به بازگرداندن فهرستی طولانی از اموال و دارایی‌هایش محکوم شده. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر. در مجموع برای اکبر طبری بیش از 58 سال حبس در نظر گرفته شد، اما بر اساس قانون 31 سال حبس آن قابل اجراست. فعلا حکمش همین است، مگر اینکه تقاضای تجدید نظر کند. در عناوین اتهامی که به اثبات رسیده تشکیل شبکه چند نفری ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه های متعدد که بابت این عنوان اتهامی جناب آقای اکبر طبری محکوم شده است به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و همچنین بیش از 430 میلیارد ریال جزای نقدی. به غیر از اینها اکبر طبری باید کلی ملک و اموال را هم به قوه قضاییه بازپس دهد. اینها نشان از ثروت و تمول فراوان مردی دارد که به قدرت و نفوذ خودش در دستگاه قضایی افتخار می‌کرد. 800 میلیارد هم می‌خوام میده. من ازش می‌خوام کل لوازم رو به نام من بکن می‌کنه. بگم کارخونه به نام من بکن می‌کنه. چرا؟ می‌کنه، دوستیه، رفاقته. آقا شما اینجور دوست ندارید؟ ندارید. من چیکار کنم؟ این صحبت‌ها ناخواسته نشان می‌داد که چگونه اکبر طبری خود را دلگرم به رابطه نزدیکش با صادق لاریجانی، رئیس سابق قوه قضاییه می‌دید. کسی که هنگام بازداشت دستیارش جانانه از او دفاع کرد. برخی از اتهامات مطرح در مورد معاون اجرایی حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس پیشین قوه قضاییه هم خود مستقلا آنها را بررسی کرده بود و خلاف بودن آنها برای او محرز شده بود. در این 16,000 صفحه پرونده فقط خلاف بودن 2 فقره اتهام از 10 فقره محرز نشد. این پرونده تاکنون شاهد مرگ مشکوک قاضی احسان منصوری در خارج از کشور و حبس‌های طولانی مدت برای متهمان دیگر بوده. ظاهراً قرار نیست احراز فساد اکبر طبری گردی بر دامن رئیس سابقش بنشاند. مردی که با صلاح‌دید رهبر ایران 8 سال مسئول عدالت و اجرای قانون در ایران بود. جوری با او برخورد کنید که حالا این مسئولیت با مرد دیگری است که از همان روزهای اول شغل جدیدش با برکناری اکبر طبری کوشید حساب خود را از حساب یک شبکه مشکوک به فساد جدا کند.
فساد در حکومت ایران گسترده و ریشه دار است. مجازات اکبر طبری برای بعضی نشانه فاسد بودن خود حکومت و تصفیه حساب‌های شخصی است و برای بعضی نشانه اینکه کارزار مبارزه با فساد در ایران کارزاری جدی است. سیاوش اردلان، بی بی سی. تو خبر کوتاه، بعد از حدود یک هفته وقفه دانشگاه آکسفورد مرحله نهایی آزمایش واکسن کرونا را از سر می‌گیره. این آزمایش ها بعد از بروز علائم مشکوک به عوارض جانبی در یکی از افراد مورد آزمایش متوقف شده بود. دانشگاه آکسفورد این مورد رو قابل پیش بینی خونده و اون رو بررسی کرده. در مرحله سوم آزمایش ها این واکسن روی بیش از 30,000 داوطلب آزمایش شد. از این واکسن به عنوان یکی از بخت های اصلی مقابله با اپیدمی کرونا نام برده میشه. اعتراض های پناهجویانی که به دنبال آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان بی خانمان شدند امروز هم ادامه دارد. گزارش شده پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده. به دنبال آتش سوزی سه روز پیش بیش از 12,000 پناهجو آواره شدند. برگردیم به خبر اصلی این برنامه. طالبان در مراسم افتتاحیه مذاکرات صلح در دوحه یک بار دیگه تاکید کردند که خواهان نظام اسلامی همه شمول در افغانستان هستند. این در حالیه که دولت افغانستان بارها گفته حاضر به تغییر نظام و قانون اساسی در کشور نیست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم که در مراسم شروع مذاکرات صلح صحبت میکرد گفت انتخاب آینده سیاسی افغانستان دست خود افغان‌هاست و آمریکا قصد نداره نظامی رو به دیگران تحمیل کنه. نسیر نوا در گزارشش به خواسته های دو طرف درباره نوع نظام آینده افغانستان پرداخته. تلاش و مقاومت نسلی که در جنگ بزرگ شده، رشد در جامعه افغانستان با سنت های دست و پاگیر برای زنان آسان نبوده. برای رسیدن به اینجا مسیری طولانی را پیمودند. بسیاری از این دخترها برای گرفتن حق و حقوق خود با جامعه جنگیدند. حالا نمیخواهند با طالبان هم برزمند. گروهی که چندین سال ماها ما را خانه‌نشین ساختن، ما چطور بتانیم که به خیابانهای افغانستان رکاب بزنیم؟ دختران نسل ما، ورزشکاران، هنرپیشه و محصلان، ما نگران این هستیم اگر مذاکرات به نفع طالبان تمام شود، ممکن است از حق و حقوقی که خیلی با چالش های سخت و مشکلات خیلی زیاد خانم ها به دست آوردن محروم شود. زنان بسیاری نگرانند خواسته هایشان در مذاکرات قربانی سیاست شود. با این حال شماری معتقدند دولت برای حفظ حقوق زنان قاطع و طالبان ناچار به انعطافند. در نهایت حکومت و طالبان برای مشروعیت و مقبولیت سیاسی خود موارد حقوق بشر و حقوق زنان را جدی بحث خواهند کرد. حکومت مکلف است از ارزش‌هایی که تعریف کننده جمهوریت است دفاع کنه تا همصدایی و انسجام افکار عمومی را در دفاع از نظام خود داخل افغانستان حفظ کنه و همچنان میتونه از این به حیث ابزار ضد طالبانی استفاده کنه. در سوی دیگر طالبا که قدرت سیاسی را هدف آخر و خیر کلان خود تعریف میکنند، حتما انعطاف پذیری در این موارد نشان خواهند داد تا ای که به حامیانشان مثل امریکا و قدرت های منطقه‌ای نشان بتن که رویکردشان نسبت به سیاست و حکومت تغییر کرده. آتش بس اولویت هیئت مذاکره کننده افغانستان است، اما برای به دست آوردن صلح حاضر به از دست دادن داشته‌های فعلی نیست. دولت همواره تاکید کرده جمهوریت، قانون اساسی و حفظ قوای نظامی قابل مباحثه و معامله نیست. خط سرخ‌هایی که انتظار می‌رود مثل رهایی زندانیان طالبان از آن عبور نکند. طالبان نیز بارها گفته از ارزش‌ها و امارت اسلامی دست بردار نیست. هرچند خطوط مطالباتشان مبهم و تار است، خصوصا در مورد چشمانداز سیاسی، اما به گمان اغلب تغییر نظام و شرایط فعلی زنان از مطالبات مهم آنهاست. آنچرا که به نظر می رسد دولت به عنوان پیش شرط آتش بس قبول نخواهد کرد. بنابراین تفاهم در مورد آینده سیاسی میان دو نسخه کاملا متفاوت حکومت داری به باور کارشناسان سخت‌ترین قسمت این مذاکرات است.
گفتگوهای بین الافغانی به زودی شروع میشه، اما آجندای هر دو تیم آجندای بسیار سفت و سختی است. دولت افغانستان بر آتش بس سراسری تاکید میکند، طالبان بر احتمالاً بر مباحث مقدماتی برای تغییر نظام سیاسی و حاکمیت یک نظام سیاسی مبتنی بر شریعت بحث خواهند کرد که او از مجرای تغییر حکومت در کابل و روی کار آمدن یک حکومت موقت امکان پذیر خواهد بود. جنگ برای طالبان در دو دهه گذشته بهترین اهرم فشار بوده. دست برداشتن از سلاح بدون امتیاز برای این گروه ناممکن به نظر می رسد. به همین دلیل رسیدن به نقطه مشترکی در مورد آینده نظامی هم راه مذاکرات را طولانی تر خواهد کرد. طالبا با دست بالا با مذاکرات میان، چرا که تا حال هر قدر امتیاز که خواستن تونستن به دست بیارن. در مورد ادغام احتمالاً به قدم اول یک ساختار جدید طالبا پیشنهاد کنن و به قدم دوم ادغام نیروها به طوری که بتونه بالانس و حضورشان از لحاظ قدرت حفظ کنه. اما برای افغانستان موضوع جمهوریت و حفظ قوای امنیتی از مسائلی است که قابل بحث نیست. در یکی دو روز آینده با ادامه گفتگوهای مستقیم چشمانداز ملموستری از مطالبات دو طرف به میان خواهد آمد، اما با توجه به پیشینه و سرعت روند گفتگوهای صلح این مذاکرات دامنه‌دار خواهد شد و نتیجه هم نامشخص. با این همه این مذاکرات برای دولت و ملت افغانستان با انتظار پایان جنگ آغاز شده، خوابی که اگر به حقیقت بپیونده خالی از خودگذری ها نخواهد بود. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. احمد سعیدی دلیگر مسائل سیاسی از کابل با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای سعیدی، لیز دوست خبرنگار بی بی سی وقتی که با سخنگوی طالبان در دوحه صحبت میکرد از او پرسید که شما میگید حکومت اسلامی میخواید، در حالی که همین الان هم حکومت در افغانستان اسلامی است، جمهوری اسلامی، و او گفت نه، این حکومت جمهوریه. آیا نگران نیستید که جمهوریت نظامی که الان در افغانستان وجود داره زیر سوال بره و عملا از دست گرفته بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینین، خوشبختی است که بالاخره مذاکرات بین افغانی آغاز شد. گرچه پیش از اینکه به سوال شما مشخص جواب بدم، چند ساعت قبل 5 نفر از طرف طالبان، 5 نفر از طرف هیئت دولت افغانستان تعیین شدند که اجندای مذاکره را امشب ترتیب کنند تا به روز دوشنبه. از طرف افغانستان آقای استانکزی و فوزی کوفی و مولوی بلیغ و خالد نور و ای کسا هستند، و از طرف طالبان هم عباس استانکزی و نوری و شاهد دلاور و یک کسا هستند. ولی تا همین لحظه به نتیجه نرسیدم که اجندا چی باید باشه. اونچه که این مذاکرات، ما امیدوار هستیم که مذاکرات، فقط امیدواری داریم که مذاکرات آغاز شده. اما اگر این خطای سرخ که حال خط کشی شده، این خطای سرخ به سفید یا به رنگ سبز تبدیل نشه، امیدواری ها کمتر است. تا روز خط سرخی هیئت افغانستان و دولت افغانستان آتش بس، تحفظ جمهوریت، ادامه نظامی موجود و دستاوردهای 18 ساله هست که به شمول قانون اساسی. اما اونچه که ما معلومات دارم، خط سرخ طالبان انحلال نظامی موجود، انحلال پارلمان افغانستان، هر دو مجلس، مدقم 150,000 طالب در قوای مسلح و بعضی خاص امارت اسلامی. بنابراین اینها فاصله ها زیاد است، اما مشترکاتی وجود داره. مشترکاتی است که هر دو طرف تلفات سنگینی دادن، قربانی های زیادی دادن، هر دو طرف به نحوی جنگ خسته هستند، هر دو طرف به نحوی ظاهرا ادعای صلح دارن، اما افتراقات یا مخالفت هایی که در بینشان وجود داره به زودی حل و فصلش دشوار خواهد بود. اون چی که من شخصا تشویش دارم، ای کاش که این مذاکرات، من باور دارم که مذاکراتی که امروز آغاز شده به قطر به زودی به نتیجه نمیرسه. شاید این مذاکرات به کشورهای دیگر ماها و روزها و هفته ها ادامه کنه. اما تشویش می است که مقامات امریکایی، آقای پامپیو و زلمه خلیزاد، زیاد تلاش دارن که کلوخ بانن از او تیرشن. یعنی به خاطر انتخابات ریاست جمهوری امریکا میخواهن یک تفاهم نیمبندی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری امریکا خیلی شکننده، خیلی خونین و خیلی پرماجرا خواهد بود
پشت ازو هستن مقامات امریکایی، نه اتفاقی استوار و محکم و پایدار. این نگرانی رو خیلی ها دارن، یعنی نگرانی بر سر این که دولت آمریکا عجله داشته باشه برای رسیدن به این توافق که عملا استفاده بکنه از اون در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و از اون طرف آینده سیاسی افغانستان روشن نباشه. شما صحبت از خط قرمزها یا خطهای سرخی کردید که دو طرف برای همدیگه دارن، خطهایی که فاصله هاش از هم خیلی زیاده. چطور واقعا ممکن هست که این دو طرف با هم بر سر این مسائل به نتیجه برسن و در شرایطی که طالبان آتش بس تنها اهرمی هست که الان در دست داره، نمیخواد اون رو به راحتی از دست بده؟ بدون تردید اگر طالبان میدانند که دستاورد ما، حاصل ما که حالا در میدان عمل حضور فعال داریم، جنگ است، کشتن است، زدن است. اگر ما جنگ از دست بدیم دیگر چی تعریفی داریم برای بقای آینده نظام؟ این آرزوی طالبان هست. ولی دولت افغانستان هم می دستاوردهای داره از قبیل دموکراسی، حقوق زنان، آزادی بیان و غیره و غیره و غیره و همه کمبودی ها. اما مشکل اساسی است که امروز صحبتهایی که در جلسه شروع شد به استثنای آقای پامپیو که غیر مستقیم تابع امارت اسلامی بود و از امارت اسلامی دفاع میکرد، دیگه تمام وزیرهای خارجه جمهوریت، دموکراسی، از آزادی زنان حرف به زبان آوردن. اما ما تأسف میکنم که آقای پامپیو میگوید که ما کشور دموکرات هستیم ولی به دیگه جا دموکراتی اختیار دارن. یعنی آقای پامپیو از جمهوریت نامی نبرد، از آزادی زنان نبرد، حتی جای تأسفی بود که گفت که اگر دولت افغانستان، بدون اینکه بگوید طالبان، اگر دولت افغانستان به نتیجه در این مذاکرات نرسه ما کمک خود قطع میکنیم. معنی از این داره که مقامات امریکایی بیرق طالبان رو به شانه خود کردن. ببینیم آینده چی میشه. و همونطور که گفتید آقای پامپیو حتی گفت که قصد هم نداره کشورش که نوع حکومت کشور دیگری رو مشخص بکنه، گرچه که به ظاهر خب مسئله مثبتی به نظر میرسه، اما در شرایطی که دستاوردهایی در افغانستان به هر حال در طول دهه گذشته به دست آمده، نگرانی هایی باید بین مردم وجود داشته باشه در مورد که این دستاوردها اگر توافقی با طالبان انجام بشه و این خط قرمزها رد بشه از دست بره. چقدر فکر میکنید این نگرانی ها در بین مردم جدی هست؟ متاسفانه من امروز به این نتیجه رسیدم، بعد از صحبت های آقای پامپیو به این نتیجه رسیدم که مقامات دولت امریکا در منافع خود بهترین وکیل مدافع هستند، اما با کشورهای دیگه بهترین قاضی هستند در کشورهای دیگه، اما در خودی خود وکیل مدافع هستند. به این معنی که من توقع داشتم که آقای پامپیو به نیست یک کشوری بزرگ از جمهوریت دفاع میکرد، از حقوق زنان دفاع میکرد، از آزادی بیان دفاع میکرد. من رو تشویش پیدا کردم که مقامات امریکایی و همکاری پاکستان زدمندهای پشت پرده به خاطر پذیرشی امارت اسلامی با طالبان نکرده باشند. و طرف دیگه من عجله که مقامات امریکایی داره میتونه این مذاکرات را به کجراهه ببره و به راهی ببره که بسیار شکرنده باشه و آینده خونینی افغانستان و منطقه در انتظارش باید باشه. ممنونم از شما آقای سعیدی. احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی از کابل با ما. در برنامه 60 دقیقه امشب که یک ساعت دیگه شروع خواهد شد با زلمای خلیزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان صحبت کردیم. حتما با ما باشید، مهمان‌های بیشتری هم خواهیم داشت. از شما در پایان این بخش خبری خداحافظی می‌کنم.